برو بریم ببینیم آقا کی بوده این گناهکار ما تو این صحنه جرم، چیکار میخواسته بکنه. خب زئوس میدلنگ ریفینگ توی برکت لجند، بریم عقب. اوتو اسکیپ هم که برداشته خدا رو شکر. بریم ببینیم که چرا گریفینگ اینه 13 بازی 15 نوهه، چقدر بازی پردرگیریه. چرا گریفینگ؟ ای زوس، ای زوس سلومی، تیپی روی تاوردو میکنه این بازی کن حتی او. من اینا چیکارش کنم الان؟ الان اینی که آیتماشو دینایی میکنه میندازه زمین، من اینا چیکارش کنم؟ حتی نمیخوام بقیهش رو نگاه کنم. نزدیک بود نات گیلتی بدم حاجی. چیت نکرده ریزن گیلتی به خاطر گریف، درست. مهر رو بکوبیم اینجاش و بریم بعدی. Not guilty crap. خب بریم آقا، بریم ببینیم کیس بعدیمون چیه. کیس بعدیمون امیدوارم حساس باشه. ثانیه 10 بازی نزنم ببینم آیتماشو دینای کرده. خب تکیز اسکریپتینگ هکینگ، اوکی. اوکی سورینگ و بوت. اسکریپت رو با دقت نگاه کرد ببینیم چیه داستانش. چت شما اسکریپ میبینین؟ اسموک رو اینجا یوز میکنه که بره توی جانگل انمی. وارد داره حاجی، دیدش، اشتباه کردیم. اینجا که کیل گرفت بذاریم چی شد؟ خب چیز خاصی من نمی‌بینم راست شو بخواید. این هم صفحش کاملا بود. بریم جلوتر ببینیم این یکی اسکریپت و هک چیه دقیقا. لول 15 نکنه، شاید چون میناشو رو هم میکاره دارم میگم اسکریپت که اون راه داره، اون اسکریپت نیست، اونو هر کسی تو دوتا میتونه انجام بده. اونم که باز نگاه کرد ترکون. من راستش از اسکریپت چیزی نمیبینم، هیچ اثری از اسکریپت نمیبینم راستشو بخواید. نات گیلتی اعلام میکنم مگر اینکه
برای این ریپورتش کرده باشن. یه داستانی که هست اینه که تکیز وقتی اولتی میکاره، خب اولتی دومشو که اینجا میکاری، این روش میکاری، دوتا اچ پی بار مجزا میشه. میبینی هر چقدر هم سعی کنی روش بکاری اینا جداگانه میشه روش کلیک کرد. برای اینکه نتونی این کارو کنی که جداگانه روش کلیک کنی، چی کار میکنی؟ اینو انجام میدی، بعد این دوتا رو با هم سلکت میکنی، این شیشتو چی کار میکنی؟ کلیک میکنی روی این. خب بعد دوباره شیشتو میبینی، کلیک میکنی روی این، دوباره کلیک میکنی روی این. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که اینا همش یه دونه چیز حساب میشن، اینا همش یه دونه مین حساب میشن. الان انمی هم اگه سنتری بکاره نمیتونه اینا رو چیز کنه، جداگانه بزنه. ببین یه دونش رو میزنه هیروش وام میسته، بعد دوباره بعدی رو رایت کلیک کنه، دوباره بعد بعدی رو رایت کلیک کنه، هر چی بزنی همونو میزنه. یکی اینو شاید میگم بهشون فشار اومده، یکی هم این که الان تکیز من هر کاری کنم این مینه رو نمیتونم کلیک کنم. نگاه کنید تکیز چی کار میکنه. تکیز بذارید اینم بهتون یاد بدم. وقتی تکیز میپره روت، خب اگه اینجا روت مین بکاره چی میشه؟ تو میزنی مینه رو از بین میبری. ولی اگر به پر روت موس رو اینجوری بزنه رو عکس خودش کلیک کنه چی میشه؟ نمیتونی اینو بزنی، هر کاری کنی این مینه رو نمیتونی بزنی. گرفتید شد؟ اینه که این هم چیز عجیبیه، یعنی روش نمیتونی رایت کلیک کنی. خلاصه اگر خواستی همینو مثلا سلکت میکنی، همینو سلکت میکنی، بعد اینو مثلا میزنی روی این مینه، همه روی همین همه چی رو میکاره، روی همین دوباره اینو میکاره، روی همین دوباره اینو میکاره و راحت تارگت نمیشن. این دوتا رو بعد شیفت رو بگیریم با اینو سلکت کنید و این کار رو انجام بدید. این هم خالصه گفتم بهتون یاد بدم اگه تکیز پلیر. شب برای این ریپورتش کردم ولی به هر حال گیمه، این چیتینگ نیست. من مجبور بودم که نات گیلتی اعلام کنم. بریم سراغ کیس بعدی. خب let's go chat. بذار ببینیم guilty or not guilty question is مسئله این است. مثلا انگلیسی رو نمیدونم چیه. to be or not to be. دیوان یک میدلینر گریفینگ پنگولیر چنگولیر. ببینیم که داره چیکار میکنه این آقای چنگولیر. ریت بند میل استرون بیلینک دلتا به سرنگت تلنت سواش باکر رنج رو گرفته. خیلی هم تلنت خوبیه، من دوست دارم. That's the question. بابا میدونم دارم مسخره بزنم. خب این که الان گریف نکرد، what the fuck. بریم بعدی ببینیم داستان چیه. A bit sus. بای بک نداره نه. چهار رفت تو کولدان، خیلی رفت تو کولدان بیچاره. A bit sus. چه یه مقداری مظنون ما مظنون تر میشه، شیش میکنه و میره. داره هی مشکوکتر و مشکوکتر میشه چت. نه اینجا دیگه فید نمیده، من گفتم اگه اینجا فید میداد همینو مهر رو بکوبم. به سلامت آقا، به سلامت. شما به درد این کامیونیتی نمیخوری. همون خنده هیرو تو اسپم کن، ما اینجا 292 نفر به اونجات میخندیم، به همون جایی که همون دکمه ای که باش خنده اسپم میکنی و همون هم میخندیم و گیلتی اعلامت میکنیم که دیگه اینجوری اولتی نزنی بری لاین بالا و از وسط جمشین.
خب حداقل خوشحالیم که به سزای عملش رسید چت. کیک بای رو براش از همینجا فشار میدیم و امیدواریم که توی لو پرایوریتی بهش خوش بگذره. ایشالله اسپم چتبیل خندش رو اونجا انجام بده واسمون و اونجا دستش بیاد که اینجا صاحب داره مملکت، صاحب داره، حق نداری از این کارو بکنی. آره کیک بای. جدی برای چی گیلتی زدی؟ به خاطر اینکه اول رفت وسط مرد، کل یاراشو که به کشتن دادن هیچی، ریسپانشه به جای اینکه عادی بازی کنه شیششو زد که بره لاین بالا رو خوش کنه، دسته دیگه میتونست موف بده، یعنی شیش کرد رفت اصلا، رفت الان اینجوری بود که به من چه. بعد دوباره که مرد دوباره همین کار کرد، دوباره شیش کرد رفت بالا رو کات کرد. یعنی چی؟ یعنی بیا این جمع کنیم دیگه، من شیش ندارم انمی، بیا جمع کنیم، من نمیخوام بازی کنم. دلیل از این قانع کننده تر میخوای برای اینکه طرف گیلتی باشه؟ دیگه نمیدونم واقعا دلیل از این قانع کننده تر نداره. خب لیتس گو. نایت استاکر آفلین فیدینگ. اوکی نایت استاکر آفلین فید داده. آیا اینم از همون فیدینگ هاست که تا یارو میمیره ریپورت اوورواچ میدم بهش، یا نه لیترالی داره فید میده؟ نه این که به نظر نمیاد شبیه کسی باشه که دارن فید میدن. به نظر داره بازی میکنه، به نظر داره آقانیمش رو اول میخره، بازیش هم بد نیست. مینه 19 میداست آقانیم به گود دوتا برسه. بکنم نتورچ هم بد نباشه. آره نتورت یک تیمشه بیچاره و شیش میکنه و جنگل میزنه این بازی کنه. یعنی اگه بخوام باهاتون رو راست باشم داره خیلی بد بازی میکنه، ولی به نظر نمیاد که داره فید میده از ام. اینجام که گیلیمس میشه بیچاره، این که هیچی. دونیت هم میخونم مرسی. اینجام که باز از بیس اومد بیرون مرد. نه یا دیگه بیس نه یا بیرون دیگه، تو که میبینی وضعیت چیه. این استفه کلن داره از نایت نفت در میاره. خب التت اوکیه ها، این دد باعث میشه که استفه حداقل یعنی هایگران نتونم بیان چون شیش نداره استفه. خب همون جوری وودوینک مرد، سعیش هم داره میکنه. تا اینجا که ساس نیست زیاد چت، گیم هم که به نظر لوزه یه جورایی، اینقدر اختلاف نتورد دارن گیم به نظر خیلی لوزه چت. بریم توی مارکر بعدی ببینیم چه اتفاقی داره میفته. آنتیمیج مرده، کاری نمیتونه بکنه. مرسی از لاما، بیگ فت ماما لاما. کار خاصی نمیتونه اینجا بکنه چت. این تو فانتین واسدادنش یا وانستادنش فرقی نمیکنه به نظر من. نات گیلتیه واقعا، کاری بیچاره نمیتونه بکنه، چیکار کنه. خب تا اون تایمی هم که اول بازی ریپورت شده بود نتورت یکی تیمش بود، بعد بازی کرد ولی نمیشه گفت حالا کار خاصی هم میتونست به اون صورت بکنه. نظر من نات گیلتیه.
SFS مرف برنزار نه گیمو جلو هم دیگه، گیمو باختن دیگه، یعنی انمی جلوه گیمو. من فکر نمی کنم که این اسمرف باشه، اون 10 ثانیه 20 ثانیه AFK تو فانتینش هم فرقی نمی کرد، AFK هم نمی کرد، باز دوباره SF وان شاتش می کرد، یا نمیدونم آنتیمیج هم به هر حال مرده بود. خب یک بار دیگه دوره هم به بهتر شدن این کامیونیتی کمک کردیم و افراد جدیدی که توی دوتا میخوام وارد بشن رو مسیر رو براشون هموارتر کردیم. خیلی خوشحالم که من در این مسیر همراهی میکنید. لایک و سابسکرایب و زنگوله و این شر و برا لازم نیست انجام بدید، اگر حال میکنید این کار رو بکنید. من کلن با داستان حمایت و اینجور داستان ها زیاد میونه ای ندارم. حال میکنی چنل رو سابسکرایب کن، حال نمیکنی نکن، فدای سرت. حال کردی لایک کن، حال کردی لایک نکن. این صرفا یه ریمایندر. دمتونم گرم.